به نام خدا. بیننده های عزیز سلام بر شما. یکی از جنجال ها در کشور روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی و چگونگی اطلاعات این شناسنامه هاست. توزیع شناسنامه های الکترونیکی در کارنامه 3 سال قبل دولت قرار داشت، اما تا هنوز این برنامه عملی نشده است. و اینکه چه زمان روند توزیع تذکره های الکترونیکی شروع می شود و چه چالش های به سر راه توزیع شناسنامه ها وجود دارد، در این بس آقای بشیر بیژن سرپرست نهاد خدمتگزاران کابل، آقای سخی منیر آگاه سیاسی و از آقای زلمی زابوری هم دعوت کردیم که تا لحظه بعد به بحث ما اشتراک خواهد کردن. به برنامه بسیار خوش آمدین. آقای بیژن، از شما شروع میکنیم. خب داشتن تذکره الکترونیکی یک نیاز است، نیاز مردم افغانستان است و در آغاز وقتی که در سال 1390 آغاز شد باوری بود که تذکره الکترونیکی توزیع میشه و حتی میکارتایی که به خاطر انتخابات است یا از بین میره، میخواد تذکره الکترونیکی وسیله میشه به خاطر رای دادن. چرا چنین شد؟ توقف پیدا کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام برای شما جناب منیر و مردم نجیب افغانستان. در طول همین 15 سالی که مردم افغانستان برای بار اول احساس کردن به آرزویشان دست پیدا کرد، یعنی با نظام دموکراتیک رسیدن، گردانندگان نظام و برخی از خارجی هایی که به نحو مرتبط بودن با این نظام یا مسلط بودن بر نظام، اراده و نگاه هایشان خصمانه بود نسبت به خود مؤلفه دموکراسی به عنوان نظام حاکمیت مردم. و از امو ابتدا هر فرمول یا هر فاکتوری که باعث تقویت دموکراسی میشد در افغانستان با توطئه با دستهایش مواجه بود. حالا به کل دوره های این زمان بر نمیگردیم، وقت ایجاب نمیکنه، استثنان حکومت وحدت ملی که بنیاد قانونی نداره، ای هم در سرلوه تعهداتش همین مسئله بود. چون توزیع تذکره الکترونیکی به دلایل بسیار علمی و معجه عامل ثبات میشه در افغانستان، دموکراسی را تقویت میکنه و در صورت که ما به طرف ثبات حرکت بکنیم و در اینجا دموکراسی تقویت شوه، اشخاص نامعجه نمیتونن بر قدرت باقی بمانن، اشخاص غیر صادق نمیتونن در قدرت باقی بمانن و در این صورت بازار خیلی از حلقات مزدور و غاصب و فاسد همچنان مزدود میشه و یا مختل میشه. نوع نگاه از جانب سران حکومت هم به هر دلیلی که بود نسبت به روند ملی انتخابات از ابتدا خصمانه بود. اینا به اقدامات متوسل شدن از زیر فشارهای ملی و فشارهای جامعه جهانی، اما هر اقدام با دلایل نامعجه فرصتهای کافی را اینا آگاهانه از دست دادن. آقای بیژن، گپی است، آیا فضا به خاطر توزیع شناسنامه الکترونیکی موجود هست در حالی که شما در اطرافتان کشورهایی دارین که چه با می پیمانه ندارن؟ یعنی ما اصلا فضای ناپختی دموکراسی را داریم، چطور باید چنین شود؟ مثلا پاکستان نداره شناسنامه الکترونیکی، حتی ایرانی که ما امروز سرش صحبت میکنیم در یک قسمت داره، فقط تهران داره شناسنامه الکترونیکی، در اطراف ولایتش نداره، یا هم هندستان نداره، چین نداره، یک کشورها نداره. چطور باید در کشوری که ما بسیار عقب مانده هستیم توزیع شود؟ البته چیزی که شما مطرح کردین حوزه بس یک مقدار گسترده است، اما به صورت فشرده بگوییم که کشورهایی که احیانا چنین چیزی را نداشته باشند، این تذکره الکترونیکی را نداشته باشند، اونا از ثبات اجتماعی و سیاسی و حتی ثبات اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند. نبود تذکره الکترونیکی فضا را برای کدام حلقه، برای کدام شخص، اینگونه که در افغانستان
مساید میسازه، در اون جاها مساید نمیسازه. اما داشتن تذکره الکترونیکی بسیار یعنی یک فوق‌العادگی استثنایی برای یک کشور بوده نمیتونه. حالا ما شما میدانیم که امی خود تکنولوژی در کجاها رسیده، این بسیار یک بحث ابتدایی است. اما از لحاظ اهمیتش برای کشور مثل افغانستان بسیار استثنایی است، چون در افغانستان اراده ها بر مبنای منافع ملی، بر مبنای خواست و آرزوی مردم شکل نمیگیره. ما در تجربه دیدیم جریانات سیاسی مسلط، اشخاص مسلط در اینجا اراده هایشان منهای این مسئله است. در اینجا برای مزدود ساختن عموی اراده های نامطلوب ما نیاز داریم، یعنی فوق‌العادگی نیست، امتیاز نیست. ببینید شما یک بحث، شما یک چتر اجتماعی کار میکنین، خدمتگزاران کابل یک چتر اجتماعی است. ما میخواییم بحث بسیار اجتماعی با شما شروع بکنم. ببینین دولت افغانستان از سال 2008 به این طرف نتانسته پاسپورت های الکترونیکی را توزیع بکنه، در حالی که همه مردم نمیخواین پاسپورت الکترونیکی داشته باشن. چطور میتونه با 34 میلیون نفوس خود یا 30 میلیون نفوس خود تذکره الکترونیکی بده؟ و یا هم اگر بگیریم که در 28 میلیون نفوس خود چطور بتونه با همشان تذکره الکترونیکی بده؟ خب ما وقتی بالای یک پروسه یا یک روند بحث میکنیم، طبیعی است که معیارهای زمانی را یعنی جدول زمانی را مد نظر میگیریم. آغاز یک روند باید صورت بگیره، اما ای که ای روند چی قدر زمانگیر است او یک بحث جدا است و طبیعتاً کار تکنیکی است و یک مقدار هزینه بردار است. شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی مشکلات خودش داره، اما این روند میتونه آغاز شود. برای آغاز کردن از این هیچ دلیل منطقی و معجزه‌ای وجود نداره. ما میدانیم که مثلا در یک ولایت یک بخشش زیر تسلط گروه های دهشت افغان و مزدور است، معلوم دار است که در اونجا نوع برخورد متفاوت است، حتی در زمان انتخابات متفاوت است. اما بالاخره برای یک گذاشتن یک تهداب بنیادی یا به عباره دیگه برای پایان دادن به بهره‌برداری های سیاسی، بهره‌برداری های خائنانه سیاسی، ما باید این اقدام عملی بکنیم و فشارهایی را بر حکومت وارد بکنیم، فشارهای مدنی را وارد بکنیم که این روند آغاز شود. مثلا در پایتخت افغانستان ما 6 میلیون نفوس داریم، ولی در این 6 میلیون بالای 2 میلیون واجد شرایط رایدهی است. حداقل به گونه مثال به شما میگم، ما در کابل میتونیم ضمانت بکنیم یک انتخابات شفاف، عادلانه، سراسری را، و میتونیم در انتخابات راه ها را برای گروه ها و اشخاصی که شوم و پلیدانه برخورد میکنن مزدود بکنیم. یعنی این گونه با پروسه های ملی و مؤلفه هایی که باعث تقویت دموکراسی میشه، در شرایطی که اراده های خصمانه از آدرس های مختلف جدای پاکستان و ایران و عربستان و کجا و کجا، اینجا علاقات داریم که هر لحظه به فکر افزایش بحران هستند، برای که امو مدرک عایداتی شوم و پلیدشان در بحران بیشتر رنگ و رونق داره. ما باید آغاز بکنیم بدون اینکه در سال 2015 چرا نشد، در حالی که این حال ما براتون میگم ببخشید، در سال 2005 نشد، در اون وقت آماده بودن مردم، فضا هم لحاظ روانی هم آماده شده بود و فضا هم آماده بود، اینقدر وضعیت امنیتی هم خراب نبود، در حالی که در یکی از قانونای یوسایدی قرار داشت و این کمک هم یوسایدی طرف آمریکا میکنه. یعنی قصدن نخواستن که چنین شوه. هیچ شکی وجود نداره که نسبت به همین مسئله که من در شروع گفتم که ای خود به نوع ابزار از ثبات، از حاکمیت مردم پنداشته میشه. در شرایطی که ما قرار داریم با نگاه های خصمانه هم از جانب سران حکومت و هم از جانب برخی از خارجی ها مواجه بوده، یعنی دلیل نشده از این هیچ توجیه دیگه نداره. فقط برای که زمینه بهره‌برداری ها و سودجویی های سیاسی یا منفعت‌جویی های سیاسی برای آدرس های مشخص باز باشه. من برای شما میگم که
تنها مفهوم توزیع تذکره تقویت دموکراسی، حاکمیت مردم و رفتن به طرف ثبات است. تنها به امی خاطر است که ای با توطئه های گوناگون مواجه است. شما دیدین حداقل در این دو سال پسین بحث های آگاهانه خلق شده از طریق رسانه ها، از طریق مجالس. من چون من افغان هستم، من چون من افغان نیستم و من چون اسلام نوشته شد و اسلام نوشته نشد. یعنی بحث هایی که محتوای منطقیش بسیار زیاد در سطح پایین بود. ما 40 سال جهاد کردیم و ادامه میکنیم که جهان از شر هیولای کمونیسم نجات دادیم. هنوز خود ما اعتقاد نداریم که مردم ما را به نام مسلمان میشناسه یا نه. باید در پیشانی ما نوشته باشه که ما مسلمان هستیم. بحث های بسیار زیادی را ما دیدیم که مهندسی شده خلق کردن برای که فضا برای دفع الوقت مساعد شود. ما آلیان به صراحت میگیم که نگاه ها خصمانه است، بسیار خطرناک است بر این مسئله. از عذاب سیاسی که تا حال کمپاین کردن و چکچک کردن و هیچ کدام نقش دیگه را در جامعه افغانستان نتانستن ایفا بکنن، فقط کرسی گرفتن و این کارا را کردن، عالی تقاضا میکنیم که همون وجیبه خدا به عنوان یک ساختار سیاسی انجام بتن. از نهادهای مدنی که به نام شورای قوم و شورای سمت و شورای سمت رفتن مجوز گرفتن و در صدد دریافت فند هستن به نامای مختلف و پول و پیسه هستن، میخواییم که منسجم شون، بیاین عامل فشار مدنی شون که این روند آغاز شود. آغاز این روند یک بخشی از نگرانی ها را کاهش میده. تشکر. آقای منیر، رئیس جمهور مسوده آغاز احوال ثبت نفوس اول خو پارلمان او را تصویب کرد، رئیس جمهور رفت، رئیس جمهور هم توشیح کرد. نهادهایی که شکایت دارنی است که رئیس جمهور امو بحث ملت که افغان است و ملت که بحثش اسلام است در قانون اساسی ذکر شده، چرا رئیس جمهور ندید؟ چرا رئیس جمهور ناخوانده امضا کرد و امروز مشکلات را ایجاد کرده و متاسفانه و حال رئیس جمهور دوباره با یک فرمان تغییرش داده و هنوز هم منتظر است؟ خب اول خب به نام خداوند بزرگ عرض ادب به شما و آقای بیژن. شما بحث از یک نقطه بسیار خوب آغاز کردید. اجازه بدین ما یک چند مقدمه بگویم، باز به سوال مشخص شما میام. اساسا هر چیزی که در افغانستان طی 16 سال رخ داده دو خط داشته، یکی خط مفکوره هست، یکی خط پروژه هست. با تأسف که ما طی 16 سال در نشست مفکوره ها زیست نکردیم، در نشست پروژه ها ششتیم. این پروژه ها زیادتر پوپولیستی بوده، مصرف روز بوده و خواسته که اجتماع مردم چند روز به خود جلب کنه. چرا امی بحث را که به نام تذکره الکترونیکی بود چرا این بحث شد؟ چرا همچون یک آرتیکل، یک موضوع آمد به افغانستان، او چیزی که شما از کشورهای قدرتمند مانند این که به بام دموکراسی کلان رسیده، چرا در اونجا او گپا نشده؟ دلیلی است که یکی بحث ماهیتی هست که شما گفتین که آیا با همی شرایط ما بریم به سوی توزیع تذکره الکترونیکی یا نه. از نظر ماهیتی شرایط برای توزیع تذکره الکترونیکی مساعد نیست. بله بله. چون جنگ استخباراتی اینجا مستور است، پوشیده است. بله. توسط یک کشور هم نه، توسط مجموعه قدرت‌های جهان و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. بحث دوم بحث اجتماعی است. در بحث اجتماعی وقت شما 3 انتخابات با 2 انتخابات پارلمانی سپری کردین، در اونجا دیده شد که قاب انتخابات در کجا تصویر گرفت. بله بله بله. با زورمند تصویر گرفت، با پولدار تصویر گرفت، با کسی که اساساً تعریف پارلمان را نمیفهمه، تعریف شورای ملی را نمیفهمه. معامله بر شما میگم، با صراحت بر شما میگم که دوره بعدی شورای ملی بدتر از این دوره است که حالا ما داریم با تمام مشکل هایی که داریم. اگر برگزار شوه، اگر برگزار شوه که برگزار شدنش سوالیای بسیار کلان کلان. بله بله. بحث دیگه بحث سیاسی هست.
از سال 1390 این پروسه آغاز شده. بله. وقتی شما به روز حساب کنین 2260 روز میشه. وقتی به ما حساب کنین گپش در 32 ماه میرسه. معنا چی داره؟ معنای از این گپ ایست که در اینجا اول اراده نیست، خیال است و پوپولیست کاری است. چرا؟ اراده در واقع یک چیز تدوین شده در خدمت گذاری. ما از نظر تکنیکی آماده استیم، از نظر خود توزیع الکترونیکی از این یعنی عرصه خدمت گذاری بر شهروندان آماده استیم، ولی واضح است که وقتی شما این را آغاز کنیم، آغاز از این چی معنا داره؟ آغاز از این طور یک معنا داره که ما به نوعی از یک پروژه گذار میکنیم به یک پروسه. استاد، یک چیز دیگه که فراموش نکنیم، چرا شما در صحبتاتون گفتین چرا افغانستان نمیتونه خوب لابیین کنه برای خود و پاکستان میتونه که بر ضد ما لابیین کنه، در حالی که ما لابیای خوبی داریم؟ اگر ما مثال بتون مانند آقای خلیلزاد به امریکا و نزدیک ترامپ هم است. سعید، آقای خلیلزاد برای امریکا لابیین میکنه، ما برای افغانستان یک افغان سچه و اصیل کار داریم. ما مشکل داریم در 13 سال و جمع دونیم سال در فضای جهانی، در فضای جهانی مشکل داریم، در فضای داخلی مشکل داریم. در فضای داخلی شما شایسته سالاری را نمیابین. شما این کشور را به مارکت ارتباط کشورها در جهان، شما هیچ کشور مانند افغانستان پیدا نمیکنید که مارکت ارتباط باشه. اینجا خب مارکت ارتباط است. شما خب ضوابط ندارین، شما قاعده ندارین، شما داخل یک پرنسیب شایسته سالاری اصلا نشدین که باز شایسته سالاری قوام پیدا کنه، قائم شوه، تخصص جای خود پیدا کنه، افراد متخصص، افراد آگاه، افراد ملی، افراد دلسوز. شما باید یک وابستگی را پیدا کنین در یک جوقی که همیشه آمده، سلطه گرفته، پول گرفته و گاهی به یک جای چسبیده، گاهی به یک چسبیده. وقتی شما همین 16 سال به تحریر تاریخ بیارین، این تاریخ خجالت میکشه، این تاریخ گریه میکنه، وجدان تاریخ در اینجا حیران میمانه که چی بنویسه، از چهره ها چقدر متغیره بوده، دیروز چی میگفت، پریروز چی میگفت، فردا چی میگفتن، در کدام چیزا خود چسباندن، چطور ماجراجویی کردن، چطور تملق کردن، چطور سازش کردن و چطور مردم از نوازش دور گذاشتن. و این خاطر است که لابیینگ خو کسی کرده میتونه، مانند پاکستانی ها که 4 نفرش در پاکستان کت چین لابیینگ میکنه، 5 نفر متخصصش کت روسیه لابیینگ میکنه، 10 نفرش در قصر سفید لابیینگ میکنه، 5 نفرش در پنتاگون لابیینگ میکنه، 5 نفرش در وزارت خارجه امریکا در یک خط لابیینگ میکنه. حالا اینجا خو هر کس طرف خود کش میکنه. اول امی یک چیزی را که به نام تفاهم سیاسی شما یک جریان را برخلاف قانون اساسی با وجود آوردین، اینا بین خود کشمکش دارن. ببینین اما فلسفه ماکیولیستی را اینجا بسیار خوب تطبیق شده. ماکیولیست میگه هر سیاسی که باز تعهد میسپاره میتونه در آخر تعهد خود اجرا نکنه. اینا از او مثل یک خریطه چتل وره خوب استفاده کردن، آنچه گفتن یکش عمل نکردن. و ای عمل نکردن معنای از این داره که اساسا مردم پیش از یا مطرح نیست. استاد، یا کسایی هستن که مثلا دمی افغانستان زندگی میکنن، نمیفهمن که اگر بحران ایجاد شوه اینا هم درگیری بحران هستن، اولادای اینا هم درگیری می بحران هستن. متوجه باشین در سیاست یک بحث است. او بس ایست که امی خود اشخاص و افرادی که وابسته باشه، دیسانت شده باشه، هاورده شده باشه، تعمیل شده بر یک سلطه باشه، اونا فکر میکنن که بادارایشان همیشه پشتیوانی بدون قید و شرط برش هستن و در هر شرایط نگاهش میکنن. وقتی شما تاریخ افغانستان همین معاصر را باز کنین، همه طور است. یک کس والی هست، والی بود، بعد از والی وزیر میشه. یک کس را پرسان کنین که او برادر اگر همین والی موفق بود با چطور وزیر شد، اگر وزیر موفق بود چطور والی شد، باز اگر والی موفق بود چطور سفیر شد، باز اگر سفیر بود چطور معین شد. پس ببینین که گپ سر از امو 250 و 300 نفر دور میخوره. هر کس اینجا حلقه های خود داره، افراد خود داره و روزها سیاسیون ما اعتراف کردن که اگر ما ایره وزیر خارجه نمی ساختیم آلمانا قار میشد، اگر ایره وزیر مبارزه با مواد
ضد مخدر نمی ساختیم باز کانادا قار می شد، اگر این وزیر مالیه نمی ساختیم باز پاکستان قار می شد. این خو کاملا اعتراف هاییست که پس از کسایی که پس شناسنامه الکترونیکی که توزیع نمی شه یک کس قار می شد اگر واضحه که شناسنامه الکترونیکی وقت توزیع نمیشه. شما خوب یک توجیب از هند و پاکستان و ایران کردین، وقتی شما در گروه یک جنگ استخباراتی و رقابتی باشین، سرزمین افغانستان من حیث یک جغرافیای جنگ استخباراتی کلان استراتژیکی به اساس فلسفه بریجینسکی و آلفرد کیسینجر تعیین شده باشه و اونا قرب خودم داشته باشه، حقیبه عقب نشینی قدرت‌های بزرگم مانند پاکستان یک کشور باشه و مانند چهره ترامپ یک کس بر سر اقتدار آمده باشه، او هرگز نمیگذاره که چنون حرکت مثبت استثنایی این حرکتام که صورت گرفته. شما من ایسی یک مسئول رسانه یک نقش رسانه ها دهی بازی کرد، زیاد فشار آورد، زیاد اصرار کرد، زیاد گفته شد که انتخابات دیگه باید از آلت تقلب برای و شفافیت حاصل شود. بیا یک پروژه دیگر به نام تذکره الکترونیکی گرفتن، مردم دلهوره ساختن، مضطرب ساختن و مردم 5 سال است که در این جریان آویزان کردن و این تصمیم گرفتن همیشه. وقتی شما برین به ریاست به اصطلاح بخش عملیاتیش میگه ما از هر نگاه ما دستیم به شرطی که برای ما همر بده. امروز کاش که یک کمیشنر همینجا وجود میداشت که میگفت همین کمیشنرایی که ما فکر میکنم اکثریتش بیدان و بیزوان است. چند دین نهاد زنگ زده متاسفانه حاضر به مصاحبه. اگر اینا میگفتن که خو اینا من اگر مستقل هستن واقعا، اگر گزیده شدن، اگر حقوق میدانن، اینا دمی پروسه پیش از این که برن به سوی یک پلان عملیاتی کلان انتخاباتی اینا چی دارن؟ در غیر از اون انتخابات باز زیر سوال میره. تشکر و اون چیزی که شما گفتین سوال شما مان که یک دقیقه سر از اون صحبت میکنم که در افغانستان همیشه اما تو که مردم به چشم و به گوش اینا فکر میکنن و تصور میکنن که سه ششم مردم کاملا تعطیل شده، اینا خودشان در اون مرض گرفتار هستن. اینا متوجه همون بازی هایی هستن که چه قسم خود نگاه کنن بر چوکی ها و همون گپ است که بدون از این که بخوانن امضا میکنن یا تفکر همون مسئله را ندارن و تصادف که مشاوران نام خدا بسیار زیاد ولی تفکر امو مشوره دی ای را نمیدانند که از کی مشوره بگیرند که این بند قانون اساسی تعریف از این کجاست و متن قانون و بطن قانون در کجا تعریف شده صورت گرفته. ممنون جناب استاد. بیننده های عزیز، برنامه ما یک وقفه داریم، بعد وقفه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین آقای بیژن. آیا امکان داره که از نظر شما شناسنامه الکترونیکی توزیع شود؟ خب. با تمام بحثایی که در نیمه اول داشتیم بودیم خب. این بحث چون بر سرنوشت کشور اشخاص و حلقات مسلط هست که اونا در تمامی حالات منافع شخصی و گروهی و خانوادگیشان بیشتر برایش دقت میکنه و اراده در این راستا خصمانه است. در این صورت نه، اما اگر مردم ایره به عنوان یکی از مؤلفه های حاکمیت خودشان درک کنن و از طریق ساختارهای سیاسی و غیر سیاسی و مجاری بین المللی آنهایی که تعهد دارن برای صلح و ثبات افغانستان ای پیگیری شوه، بدون شک ما پیشترم گفتم بس ناامنی یک بحث است، اما در شرایط حاضر شرایط توزیع تذکره را در کابل و در بخش در یک بخشی از ولایت های افغانستان داریم، یعنی به اون لحاظ مانعی وجود ندارد. از لحاظ اقتصادی هم هیچ دلیلی برایش وجود نداره. هزینه که برای این کار است، مثلا یک عضو کابینه که در 15 سال پیسه خورده باشه، نیم پیسه امورم که ضبط کنن این را کفایت میکنه، یا یک قدرتمند دیگه. به هر حال این بستگی به مردم داره. من
خب انتقاداتی که مردم میخوان که چنین شوه، مردم ببینن رای دادن، اجازه بدید ما خواستن که برن به طرف رای دادن که یک رئیس جمهوری واقعی خوده که برای خودشان از باید انتخاب بکنن، که چنین نشد، تفاهم نامه ایجاد شد. یعنی بالاخره پشت میشه از طرف جامعه جهانی، چیزی که شما تاکید کردین برای جامعه جهانی. جامعه جهانی وقتی ما میگیم اینجا بحث کشورها مطرح میشه و وقتی کشورها را روش بخواییم بحث بکنیم به صورت بسیار علمی، دو حوزه باید شامل بحث ما باشه. یک، مربوط به کشورهایی که اهداف استراتژیک دنبال میکنن و خودشان مشکوک هستن در نزد ما، یعنی نزد مردم افغانستان میزان شک و تردید بلند است و ما با آدرسایشان همیشه گفتیم. یک کشورهایی است که حضور دارن، حصه دارن، ولی بسیار زیاد ملموس نیست در او حده. اما اجازه بدین بگویم که چرا مردم میگیم. ما لااقل مردم افغانستان دیگه میدانه که در 15 سال تا سرحدی که پلان ترور بندی کردن هزار ظلم و اذیت و تهدید و خطر سپری کردم برای دفاع از مردم. هنوز هم از این مردم دفاع میکنم، این برای من یک وجیبه است. اما میخوایم بگویم که وقتی 200 نفر یا 300 نفر یا 400 نفر سرنوشت ما را بطلان میسازن، باطل میسازن، اینجا دیگه باز مردم هم تقصیر داره. مردم میخواید، درست است، مردم آرزو داره، خیلی آرزو داره، اما طریق اجرای امیره متاسفانه ما نتانستیم تا حالا ترویج بکنیم. با میدید که میخوایم دوباره با شما بپردازین، با ایدید مثلا مسئله افغانیت خط سرخ از پیش یک تعداد مردم، اسلامیت خط سرخ از پیش یک تعداد مردم، مسئله قانون اساسی من خط سرخ از پیش یک تعداد مردم و ضعف مردم هم که مردم خمود جمود شدن به گفته شما. خب اولا این که من از روز اول وقتی همون بحث های مضحک آغاز شد، من اعلان کردم که برادر، من به عنوان شهروند این سرزمین و کابلی الاصل در تذکره من هر چیز نوشته باشه برای من باکی وجود نداره، هیچ اصلا. اما یک چیزی رو برای تان میگم که ما گاهی وقت مورد تمسخر دنیا قرار میگیریم. پیشتر اشاره کردم اینجا ما ادعا میکنیم که 40 سال ما جهاد کردیم، شوروی را بر قدرت مچم وحشت دهشت شکست دادیم، جهان نجات دادیم. اینجا باز ما این بس میکنیم که در تذکره ما اسلام نوشته باشه. ببینید چقدر تناقض است. یعنی ما خود ما هنوز شک داریم که با همه این کارهای قرمانیایی را که ما کردیم هنوز مردم ما را نمیشناسه که ما مسلمان هستیم یا نیستیم. بسی افغان نوشته باشه، افغان نوشته نباشه، یعنی محتوای این بحثه که شما ارزیابی بکنین بر هر دو جزش که نوشته باشه یا نوشته نباشه بسیار زیاد یعنی مضحک به نظر میرسه. جهان بر ما میخنده برای که مردم جهان برای زندگیشان، برای آیندهشان بر چی تاکید میکنن و ما مشغول کدام گپ هستیم. یعنی واقعا جهان در خیلی حالات بر ما میخندن. ما که میگیم مردم، چون مردم مرجع اصلی است، رئیس جمهور نیست، چهار تا آدمی که به هر دلیل می این دیبس ها را برای ایجاد فاصله میان اقوام معظم افغانستان مطرح میکنه او را مردم مشناسه. ایجا خواسته های ایران داره، پاکستان داره، این مسائلی است که حال مردم به این بحث ها پی برده. جناب ما مردم که میگه، من سوال از استاد هم داشتم. ببینین پس یک چیز بر ما میرسانه که ما هنوز آماده یا دموکراسی نیستیم. یعنی ما به می قامت تریشی هنوز دلپذیر نیستیم در یک از ولایت کشور که برم. ما میگیم که یک نوع کسالت دامنگیر مردم ما هست متاسفانه. مثلا ما در سال گذشته برای که مردم متوجه شود که سال که میگیم سال، این سال آرزو نیست، این سال اول نیاز هم نیست، این سال در قدم نخست حق مردم است. اینمی را مردم متوجه شود و مردم برای گرفتن حق خود یک واکنش نشان بده. ما شهر کابل به عنوان شهر سال اعلان کردیم و نمیبینین تا حالی هم دیوالا را تاپه سبز کردیم که کابل شهر سال است. از مردم خواستیم که پشت خانه هایتان نوشته بکنین ما سال میخوایم، در دوکان، در موتر، در باسکل نوشته بکنین که امی جهان بفهمه که تو حقت شناختی، امی جهان بفهمه که تو حقت میخوایی،
امی غنی بفهمک تو حق تمیخایی، امی عبدالله بفهمک تو حق تمیخایی که یک ذره تمکین بکنه در برابرت. متاسفانه صبح تیر شد، روزها تیر شد، نه وزیر این مملکت، نه عضو شورای ملی مملکت، با تاسف که نه استادای مملکت، نه مسئل این مملکت، نه دکاندار این مملکت، نه پیشور این مملکت، هیچ کس در پشت دیوالش نوشته نکرد مسئول میخوایم. جهان بر ما شک داره، میگه برادر خاگم شما که صلح میخواین، این صلح گفتن خب با چهار نفری که میاد پشت تلویزیون میشینه این خو افاده نمیشه. این مردم باید حق خود بخواین و یک به یک طریق وانمود بکنن که بیادر این صلح حق ما از امریکا، کرزی، غنی، عبدالله، صلح حق ما است، این حق ما از تو میخواهیم. و خودشان هم میگه روزانه ده بار این جمله را استعمال میکنه که حق داده میشه گرفته، حق گرفته میشه داده نمیشه. اینی رقم یک کسالت از دامنگیر مردم معظم افغانستان. ما میگیم ما مردم اعتبار کردن، ما میگیم ما مردم اعتبار صورت گرفت، اعتبار شکنه عرض ما، ما میگیم ما مردم پشت او آدمی که برای تحقق اهداف شوم و پلید پاکستان و ایران تا را گای به نام پشتون میدوانه، گای به نام تاجک میدوانه، ندو تو پشت چیزی بدو که آینده خودت، خانوادت در او ضمانت شوه. اینی حرکت بکو، دیگه نگذار که تو را کس به نام قوم، به نام سمت، به نام دین، به نام مذهب، به نام نکتایدار، به نام لنگیدار دیگه تو را استعمال بکنه. بست از دیگه، خدا ما را نمیبخشه. چرا خطا یک بار، دو بار، سه بار دیگه فکر میکنه تا... دست مردم پوره هست؟ بله بله، این مردم هست که تمامی معادلات تغییر میتن. این قدرت مردم هست، شما میدانین مردم به لحاظ اعتقادی قدرتش چی است و به لحاظ تجربی شما میبینین که قدرت مردم چی است. مردم میتونه، امریکا نمیتونه، مردم میتونه، رئیس جمهور غنی نمیتونه، مردم میتونه، پاکستان نمیتونه. نتونستیم که رئیس جمهور تعیین بکنیم در حالی که رأی دادیم. مثلا فکر بکنیم که آخرین مرحله‌ای که ما نتونستیم به صورت موثق و به صورت بیدارانه و مسئولانه برخورد بکنیم، امور قید کنیم به عنوان یک لیمیت زمانی از عمل کرده ما. ما برای آینده همه ای تجربه ها را کسب کردیم، خیلی رازها را پی بردیم، بر خیلی حقایق آشنا شدیم، فهمیدیم که کی چیگونه بالای ما تجارت کرد، فهمیدیم که آدم پایلو چه آمد امروز صاحب به همی تجارتش آمد صاحب بسیار چیزها شد. اینی همه ای مسائل فهمیدیم. آلی باید به عنوان انسانهای مسئول اول به زن و فرزند خود نگاه بکنیم، مسئولیت خود در قبال از او انجام بدیم، بعد برای وطن. مردم هر کار میتونه. مردم اگر بخواه فردا وزیرت در کره زمین از لیاقتش دیگه پیدا نخواهد شد. اینمی رقم وزیر جور میکنه، اینمی رقم والی جور میکنه، اینمی رقم شاروال جور میکنه. دیگه بر رئیس جمهور ای حق نمیده که شهر کابل با فاجعه مواجه است و او بر اساس دید منفعت جویانه خود شاروال تعیین بکنه این فاجعه که 6 میلیون انسان امروز حیاتش در خطر است این را نادیده بگیره. مردم اصل آدرس است. خب کسالت تو دور کنیم یک گپ از جناب، یعنی ما خب میگیم با قبول همه خطرات که ایجا جاسوسای پاکستان، ایران بسیار در برابر ما عصبانی هم میشن چون بازارشان خراب میشه، مردم منسجم شون. امی حرکت هایی که باعث بهبود زندگیشان و نجاتشان میشه، حداقل مو حرکت ها را این مردم حمایت بکنه. ما گفتیم کابل شهر سال اعلان کردیم، این سال برای بیژن نبود، نه برای نهاد خدمتگزاران کابل نبود، این سال برای شما بود. امو تباشیر بچه ت از بکسش میکشیدی در پشت دروازه خانه ت نوشته میکدی که مسئول میخوایم. افغانی که در امریکا زندگی میکنه در امو جه در یک تکه نوشته میکرد که ما صلح میخواهیم. در اروپا زندگی میکرد امو جه نوشته میکرد که ما صلح میخواهیم. اما بیعتباری ایجاد شده. اینال... بسیار میگن که خواست بیژن صاحب بسیار فانتیز است، آرمانی است. ما بارهای را راه دیگر نداریم. ما... کاش به یک تباشیر میشه کم اگه میشه. 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 نه او را میشه.
اما شما این را به تاریخ نگاه کنین، هیچ کشور امریکا برایش صلح ناورده، پاکستان ناورده، ایران ناورده، یا کدام کشور دیگه به کشور صلح نیاورده. هر کشور به همت مردمش به صلح رسیده، به رفاه رسیده. مردم باید واجبش اینمی رقمی که گفتیم انجام بده، دهی نه کس کشته میشه، نه جای سوختانده میشه، نه سرک بند میفته، هیچ چیزی نه. یک کار بسیار ساده است. بیداری خود به نمایش بگذارند. اینا بیداری خود به نمایش گذاشتن، دیگه کس رشوت خورده نمیتونه، دیگه کس به سرنوشت از یا معامله کرده نمیتونه، دیگه کس خطا کرده نمیتونه. ممنونتون جناب بیژن صاحب. جناب استاد، شما رای حل در چی میبینین؟ پیشنهاد چیست؟ ببینین، در مسائل که پیشتر اشاره شد، لازم است یک اصطلاح در جامعه شناسی به نام پوزیتیویزم، یعنی تجربه گرایی. ما باید همیشه تجربه های دورای تاریخ به یاد داشته باشیم. ما حالا میگم که مردم چرا فعال نیست. ما مردم به صورت 100% قطعا ملامت نمیدانم. اول وقتی که 400 نفر قدرت از این داشته باشه که مردم به قطعات تقسیم کنن، که تقسیم شدن. اول امی 400 نفر قدرت از این داره که مردم به شبکه های مختلف تقسیم کنن. شما 3500 جامعه مدنی دارید. یک جامعه مدنی را نشان بتین که سر گفتمان امی شهروندی یک روز یک گفتمان اکادمیک علمی گرفته باشه. شما بتین آدرس. بسیار خوب، یک مثال داد آقای ویژن. گفت که ما در دیوال ها نوشته کردیم کابل شهر صلح. بعد از اینکه آقای بیژن یا امی نهاد خدمتگزاران نوشته کردن، اگر در او وقت 70 سرک بند بود، آل 120 سرک بند شده. سرک شخصی و ملی، سرک شخصی شده. یک گفت. اگر در او وقت فیصدی امی استحکامات دیواری، اگر او وقت 60% بود، آل 90% شده. پاسخ از اینا بوده. برای از این پاسخ کار بود. اگر تصور کنین که امینهاد خدمتگزاران تقریبی، البته من میگم، من عدسی میگم، اگر 2000 عضو داشته باشه، 2000 عضو بومی شهر کابل داشته باشه یا از هر جای دیگر، امی 2000 عضو در پشت خانه خود نوشته کرده، در کوچه خودش نوشته کرده، خودش جرأت ازیره کرده که بلاوه نوشته کرده باشه، خودش بیرق بالا کرده، امی 2000 عضو ملامت نیست. دلیل چی است؟ یک اصطلاح بسیار خوب تیپیک شما استفاده کردید. بی اعتباری و گذار مردم در یک تیر جل خورده، و این تیر جل خورده تعمیل شده هستند. وقت مردم عمل شما از شهروندا پرسان کنید، بگن شما در بین فرزند یأس و ناامیدی و خوشبختی و امید در کدام زندگی میکنین، با صراحت کسایی که تحصیل کرده و تعلیم یافته هستند، برخلافی که ما تصور میکنیم که ما تا 16 سال با سواد شدیم، برخلاف ما کم سواد شدیم. شما چند تا ولی دارین که اینترنت کار کرده بتونه؟ شما چند تا وزیر دارین که عاجل یک گپ شوه شفرش عاجل به رئیس جمهور توسط مسیج داده بتونه؟ او یک رنگ او سکرتر خود میخواد بیا بچه من میرم مسیج بده. گپ بسیار استراتژیک اساسی را تا رئیس جمهور خبر شوه، اسلام آباد خبر میشه، رئیس جمهور خبر نمیشه. دلیل ما از یک کاروان کلان خود همین شکل تکنولوژی ما همیال عقب مانده هستیم. روز به روز بی‌سواد شده میریم، روز به روز سر ما فشار آمده میره. اینجا مردم به شکل عامش نیست. ببینین، اعضاب سیاسی به اعتبار است در افغانستان. شما یک حزب سیاسی با اعتبار نشان بدین که عد اقل داشته باشه یک 200,000 نفر دور خود جمع کرده باشه. یک وقت ما جوان بودم، وقتی از مکتب نجات وقت کال امانی میگن، نمیشاد شمشیر موقعیت داشت، اینجا می آمدن غلمغال که مظاهره است مظاهره است، ما نمی فهمیدیم چی گفت. پس می آمدیم که در سر تپه امی پارک زرنگار یک شخص به نام هاشم محمدوال استاد صحبت میکنه، ما یک کلمه رو نمی فهمیدیم، اصلاحات رو نمی فهمیدیم، ولی 2 ساعت بدون ورق صحبت میکرد. یک کس به نام کارمل صحبت میکرد، یک کس به نام غلام محمد خان فراد پاپا صحبت میکرد، یک کس به نام انجینر عثمان صحبت میکرد، یک کس به نام ترکی صحبت میکرد، یک کس فرزند به نام آقای ربانی صحبت میکرد. اینال هدف در اون وقت یک شور بود. این شور مردم میخواستن که با نظر داشته امو شور خود پیدا کنن که در کدام قالب امی کشور آماده هستن. اعتماد و باور با یک جا شد. باور اون وقت ایدئولوژیک بود. خوبی ایدئولوژیک در چی بود؟ هر کس به ایدئولوژیک بود دمو
میرفت با مو ارمان میرفت آل خو ایدئولوژیک از بین رفت همه چی سیاسی شده کوتا چی شوه استاد خب ای که چی شوه رای حل ده چیز حوال ما امی راهکار هم بستگی رو پیدا کنیم چون تو هم بسته شویم شما عمله چهار نفر تحصیل کرده را بشانین اینه میجه دور میز کشید بسیار خوش آمدی خوب هستی و خیر هستی امی که برآمد میگه او والا ده تا تفسیر منفی سرش میکنه شما برین یک نفر بشانین در پیش امی ده نفر پیش امی آقای غنی بشانین اینم ده نفره که پیش آقای غنی میشینه وقتی که بگه پیشنهاد کو او ده فکر عزیز که ما چطور پیشنهاد کنم که باز یک جای نصب شم چطور پیشنهاد کنم که دل ازی بچسبه که باز ما داخل یک چوکی شم یک اینی دیده سر ما تعمیل کرده یکی بحث محافظه کار است یکی بحث مرتجی محافظه کار دو چهره داره مرتجی سه چهره داره محافظه کار با دو کارت بازی میکنه مرتجی با سه کارت بازی میکنه تشکر استاد حال ما متاسفانه از محافظه کار که مرتجی زیاد داریم کاش که مرتجی مربوط به یک پاکستان باشه باز یکیش مربوط ایران است یکیش فدراسیون روسیه است یکیش آمریکا است یکیش ترکیه است یکی عربستان سعودی یکی قطر است پس کلان در پیش است استاد با او خاطر ما باید اینمیال تصور کنیم سر نسل جوان خود بسیار باور داشته باشیم برازیا از نظر ما پوزیتیویزم یا تجربه گرایی واقعیت ها را بگوییم که اینا حرکت شروع کنن ما در پشت حرکت قرار بگیریم بسیار تشکر ما استادانه خود استاد نتراشیم ممنونتم ما هنوزم فکر کنیم شاگرد هستیم و اگر شاگرد نمی بودیم این مملکت به این حالت نمی رسید بسیار تشکر ما هنوز نه آموزش سیاسی را دقیق یاد گرفتیم خب البته سر اگر کس بد بخوره سر تعداد زیاد بد میخوره خود کلش فیلسوف و متفکر و مچم چطور و چیکار میگیرن تشکر ولی ما نرسیدیم به مو مرحله نرسیدیم ممنونتان و واضح است که مانع ها زیاد است مشکلات زیاد است دشواری ها زیاد است ولی ما با یک همبستگی کاملا ملی بدون به اصطلاح غل و غش ضرورت داریم که امیدوار هستیم ما خو فکر نمیکنم در عمر ما تامین شوه و امیدوار هستیم که در عمر کودک قنداقی که در قنداق است بسیار تشکر بیننده های عزیز برنامه ما در اینجا به پایان میرسه تا برنامه دیگر بسیار کوتاه که البته من انتظار نداشتم که آقای منیر این گونه در برابر یک قضیه که مرتبط با مردم است برخورد بکنه ما گفتیم مردم از سال باید به عنوان حق خود استقبال میکرد انتظار ما این بود که اینا هم باید تایید میکردن چند سال پیش در هندوستان یک نفر معلم صدا کرد گفت سیستم فاسد است بالای یک میلیارد ایندی استاد شد به مو یک صدا بسیار تشکر ما اعضای نهاد خدمتگزاران کابل امونایی بودن که می لعوار از پشت خانه خود تا رویای سرک تاپک کردن امو قدر کردن بقیش به مردم ارتباط داشت به استاد به روشن فکر به این به آن یعنی اگر این عمل خوب است باید استقبال شوه و مردم گفته شوه که باید استقبال بکنن تشکر. اگر نه که عمل خوب نیست باید گفته شوه که عمل خوب نیست ممنونتان برنامه ما در اینجا به پایان میرسه تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم میسپارم